به گزارش دادبان، نوید نجاران به اتهام ارتکاب اعمال مجرمانه و مشارکت در مرگ یک بسیجی کشته شده در اکباتان تهران پس از آنکه در اهواز بازداشت شد، برای ادامه تحقیقات و بازجویی به تهران منتقل شد. گفته می شود او به وکیل دسترسی نداشته و تاکنون کسی پیگیر وضعیت پرونده او نبوده. کانال تلگرامی شهرک اکباتان که در ماه‌های اخیر خبرهای مربوط به این منطقه را پوشش می‌داد، نوشته در این پرونده تقریباً همه نهادهای امنیتی به آن ورود کردند. هر کدام در رقابت با یکدیگر متهمانی را بازداشت کرده و پس از شکنجه آنها را وادار به اعتراف اجباری می‌کنند. اعترافاتی که پیشتر دیگران نیز وادار به پذیرش آن شدند. آخرین مورد نوید نجاران. محرومیت از داشتن وکیل، عدم ارائه مدارک معتبر و مستند پیرامون اتهام مطرح شده و نبود دادرسی عادلانه از جمله نکات مشترک پرونده شهرک اکباتان و دیگر پرونده‌های مربوط به اعترافات 1401 است. خب راجب جنایت ایجادی توضیح بده ببینید. در پرونده موسوم به شهرک اکباتان تا کنون 3 تن از متهمان به نام‌های میلاد آرمون، مهدی حسینی و علیرضا کفایی به اتهام قتل یک طلبه بسیجی به محاربه متهم شدند. جوانانی که بسیاری بارها نسبت به در خطر بودن جان آنها هشدار دادند. در پرونده‌های دیگر نیز نهادهای حقوق بشری از احتمال خطر اعدام محمد قبادلو و مجاهد کورکور، از دیگر شهروندانی که در جریان اعتراضات 1401 بازداشت شدند هشدار دادند. گلنبر کورکور، مادر مجاهد کورکور، جوان معترض محکوم به اعدام، طی پیامی ویدیویی با استمداد از مردم ایران کمک خواست. سلام و دریال گویل، ما مادر مجاهد کورکورم، کرم بیگناه، هیچ کسی شاکیس نیرو، بیگناه، خدا شاهد شوروزم سیاه، کمکم بکنه. در آخرین مورد از اعدام در پرونده‌های مشابه، 3 متهم پرونده خانه اصفهان به رغم مخالفت‌های بسیار، نبود مدارک مستند و تناقض‌های بسیاری در این پرونده، اما جمهوری اسلامی سحرگاه جمعه 29 اردیبهشت سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی را به دار آویخت.